الو موسیو ابو سعیدی؟ بله، فلواقع خودم هستم. آخه آزادم، کاملا آزاد، درست مثل یه پرنده. به جزئیات قضیه کاری نداشته باشم، همینقدر هست که هیچ زندانی نمیتونه منو در خودش حبس کنه. موسیو خواستم بهتون اطلاع بدم که در حال حاضر در جزیره هستم و قرار دادم رو تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری میکنم. موسیو ابیان تو خدا. مسئله نیست، تقصیر من شد، ببخشید. اختیار داره، نه مسئله نیست، خودتون ناراحت نکنم. انگشت ما چه قابله داره، ببخشید من کار میکردم. داشتم از اون طرف نگاهتون میکردم. اختیار دارین، ما چه قابله نگاه کردن نیستیم گل خانم. داشتم فکر میکردم شما از صبح تا شب چقدر زحمت میکشین. گل خانم، معذرت میخوام، سرپا بایستادم. بفرمایید بشینید. جوهره آدم کاره گل خانم، آدم باید کار کنه. ببخشید جوهری نشینا، جوهر کار میگم. حضرت میخوام، جیلیم نداره. خواهش میکنم. بفرمایید. داشتم فکر میکردم شما چقدر زحمت میکشین. خواهش میکنم. از صبح تا شب میرین میخرین، میرین میپزین، به مشتری ها میرسین، تا نصف شب بیدارین، صبح زود پا میشین تا یه لقمه نون در بیارین آقا ابراهیم. بله، تازه تعمیرات تخت و اینا رو هم خودم انجام میدم. میگم آقا ابراهیم، اصلا ارزشش رو داره آدم این همه زحمت بکشه؟ اون وقت به خاطر اختلاف و دشمنی، این جنگ و جدال، اینا همه بی نتیجه و بدون هیچی بمونه؟ راستیتش گل خانم، شما باید این سوال رو از پدر جنابالتون بپرسید که این همه خودشی با ما کار داره. اینقدر رسمی نباشین، بفرمایین بشینید. ببخشید. چشم. بفرمایید. پدر منم مثل شما به زحمت به اینجا رسیده. بله. ذره ذره جمع کرده، یه سرمایه کوچیکی فراهم کرده، اونم همش ریخته پایین هتل. درست. اون تمام گرفتاریایی که داشت مجبور حواسش به منم باشه. بله. میدونین من وقتی خیلی کوچیک بودم مادرم فوت کرد. خدا به اموات شما طول عمر بده. خدا بیامرز. نه خدا بقای عمر شما با پدرتون باشه انشالله. متشکرم. خدا انشالله آقا ابراهیم. بله. اجازه میدین من بقیه حرفام بزنم؟ خواهش میکنم. من معذرت میخوام وسط حرفتون حرف زدم،
اصلا من دیگه لال میشم تا شما صحبت کنم. خواهش میکنم. پدرم و تمام گرفتاریاش حتی دیگه از ازدواج مجددش هم چشم پوشی کرد. آخ آخ چه شانسی آوردین گل خانم، خدا برای هیچ کس نخواد. خیلی بده. آقا ابراهیم علی یادتون رفت که قول دادین حرف نزنید؟ راست میگی. ببخشید گل خانم، من دیگه تا آخر حرف به شما خفه میشم. بنزه کافی مسافر رفت آمد میکنه که هم رستوران هتل ما پر باشه هم هتل پیاده رو. بگین اجازه گل خانم. بله. این چیزایی که گفتن من یادم میره، یا از اول بگی من بینیستم میدادم دارم، یا اینکه دونه دونه بگی من یادم میره برم اونجا چی بهش بگم. مهم نیست، شما هر جور که دلتون میخواد بگین، هر جور که راحتین صحبت کنین. اگه اینا رو بگیم چی میشه؟ مطمئن باشین دشمنی‌ها تموم میشه. پدرم الان خودش به این نتیجه رسیده، ولی غرورش اجازه نمیده که بگه. ببینین گل خانم، این قسمت حرفتون یه خورد از زوره. میدونی یعنی اینکه پدر شما این همه کار کرد، این همه بلا سر ما آورد، حالا نمیتونه معذرت بخواد. اون وقت ما که به گل شما زحمت میکشیم و نون و حلال در میاریم، شب دیر وقت میخوابیم صبح زود بلند میشیم، این همه تلاش میکنیم آزارمون به یه مرتب نمیرسه، به قول شما داریم از حق و حقوق خودمون داریم دفاع میکنیم، نه به حق و حقوق دیگران اتحاف کردیم، وقت ما بریم ازشون معذرت بخوایم به جای اینکه اون از ما معذرت بخواد، ما باید بریم ازشون هم معذرت بخوام آخرش؟ نه، این حرف شما یه خورده زوره. بالاخره این قضیه باید یه جای تموم شه. من که دیگه تحملشو ندارم، میذارم میرم. فکر میکردم میشه رو شما حساب کرد. گل خانم، پس قبول کردین؟ باش، به خاطر بزرگی شما چش قبول میکنم. ممنونم. اجازه خانم، راستیتش ما خدمت رسیدیم، کلی دست جمعی، برای اینکه از شما معذرت بخوایم، شما هم بزرگواری کنه ما رو ببخشین که تو این مدت
به جای اینکه همسایه خوبی برای شما باشیم، همسایه اذیت خونه بود. ما رو ببخشین که یه آقایی رو استخدام کردیم با دو نفر دیگه خونپاره بندازن اون بر. ما رو ببخشین که میخواستیم هتل رو سر شما خراب کنیم. ما رو ببخشین که میخواستیم هتل پیادروی ما رو که اینقدر حقیر و کوچولوی در مقابل هتل شما بفرستیم رو هوا. ما رو ببخشین که بچه مردم رو گیروگان گرفتین، دزدیدین، انداختین گردن ما، ما رو بردن زندان. خلاصه که ما رو به خاطر همه این تقصیرهایی که نکردیم ببخشید. میخوام بگم حرف دیلم میخوام بزنم. خلاصه ما رو ببخشین که برای شما همسایه خوب نبودیم. کلن الان هم خدمت رسیدیم که معذرت بخواییم. همونجور که گفتم شما با بزرگواری گذشت کنه، ما رو تحمل کنه. از این به بعد ما سعی میکنیم که یه همسایه های خوبی برای شما باشیم و هیچ وقت خودمونو با شما کاری نداشته باشیم. راحت شدم، حرف دیلمو زدم بشیم. از گردم گفتن آیه ابن سعید بخشش از بزرگانه. بله آقو، در عف لذتی هست که در انتقام نیست کاکو جون. والا به جون گلنوشم من که نمیدونم چی بگم. شما هرچی بفرمایین ما میذاریم رو چشمه. شما چی میفرمایید آیه ابن سعید؟ والا از اونجایی که شما از در دوستی در اومدین و گلنوش جونم به سلو صفا خیلی پابنده، خب منم حرفی ندارم آقا. ببین چه آقوی خوبیه این، قربون دهنتون برم آقو، شیرین کنید دهنتون. آقای من بله اینطوری، بلکه خدا خواست و یه طور دیگه ای شد. اما من که ملتفت نشدم. والا آی ابن سعید از قدم رسم بود، شایدم الانم باشه، البته من خبر ندارم. وقتی دوتا طایفه ایل قبیله‌ای اختلاف داشتن، دشمنی داشتن، یکی میدادن یکی میگرفتن. بله بیشترش هم البته میشه، قدیمی ها دوتا میدادن دوتا میگرفتن، ستام میدادن بیشتر هم میشد، هیچ اشکالی نداره. میگم نمیشه یه جوری راست پوسکنده حرف بزنید ما هم یه چیز متوجه بشیم. این آقا سیریوسی ما از تنبلی همیشه کدو بادم جون برای خروش میخوایم درست کنیم پوست نکنده سرخ میکنیم. والا رکو پوسکنده آی ابن سعید، باید برای حل این اختلافات دشمنی باید یه بادا بادایی را بندازیم. خانم جان حالا برای این حرف ها وقت زیاده، بزن حرفی اصلی منو بزن. من میخواستم به شما بگم آقای ابن سعیدی، ابو سعیدی عزیزم، بله همون ابو سعیدی، که میدونی شما اگه بخوای این قرارداد صلح پایدار باشه باید این آقای سنزیدی و همکارانشی بیرون کنی، یعنی یه جوری ملخصشون کنی. چجوری بگم دیگه خودشون با ما کار نداشته باشن. برم. عرض کنم که خانم‌ها که همینجا تشریف داشته بشن و با هم حرف زنونه بزنن. شما آقایونم تشریف بیارید بریم دفتر خودم، همونجا با هم یه صحبت داریم. میگم یه وقت آقای سعیدی جونو زنگ نزنین سنجیده بیاد ما رو. نه جون گلنوشم جای بد نبرم تو، بفرم. نه بفرم، خواهش میکنم بفرم، تمنا دارم. خانم جان دعا کن و سالون برگرد. نه ترسید بفرم، هم در بغل یاروی دور نیست. اتفاقا من دفتر شما رو ندیدم. دوست داشتم ببینم. حالا می‌بینی. بفرمایید. سیریوس. از جای آقا سیریوس، این صندلی‌ها رو جمع کن دور هم بشینید. عرض کنم که
در این موردی که الان فرمودی من هیچ کار نمیتونم بکنم. چرا؟ نمیتونم دیگه آقا، نمیتونم. یعنی چی؟ آقای ابن سعیدی، ما کدام حرف شما رو پس قبول بکنیم؟ از یه طرف شما میگی بیا این قرارداد صلح امضا کنیم که دیگه هیچ وقت خودمون رو با هم دیگه کار نداشته باشیم. از اون طرف سه نفر آدم نازور رو استخدام کردین که صبح تا شب خودشون با ما کار دارن، هیچ کار دیگه هم ندارن. بله. یکیشون که صبح تا شب چوب مخوری لیوان میشکنه. دو تا دیگه شون هم که هولکی بولکی انداخته به جون ما. از اون طرف میگی قرارداد صلح امضا کنه. یعنی چی این حرف؟ آقا عزیزم، اونا که از من دستور نمیگیرن، رو همین حساب حرف من گوش نمیدن عزیزم. ای بابا، مگه شما اینا رو استخدام نکردی؟ مگه شما اینا رو نیوردی که همش خودشونو با ما کار داشته باشن؟ آقا ابراهیم، آوردم، اما نمیتونم ببرمشون که. میدونی؟ اونا به کارشون خیلی علاقه مندن. رو همین حساب تا به قراردادشون عمل نکنن، ولکن نیستن آقا. آخه آقو، کاکو، قناری، مگه نوبرش آوردم؟ شما این همه پول خرج اینا کردی، من میخوام بدونم ببینم چی کار برای شما انجام دادن؟ هیچ. با ما چی کار تونستم بکنم؟ هیچ. جون شما دوتو نباشه، جون گلنوش و منم دیگه دستشون خسته شدم آقا. آقای ابن سعیدی، پس قرار دادم با آشون بسته که ما رو بی خانمان کنن دیگه ها؟ حوالا. یعنی تا بلندمون نکنن قرارداد ادامه داره؟ بدتر آقا. تا کی؟ تا نابودی کاملتون انشالله. یخ بابا، نه. حوالا. کاکو جون، به من بگو ببینم این جونورا کجا هستن؟ حقیقتش خبر ندارم، یعنی دروغ نگفته باشم میدونم تو جزیروه، اما نمیدونم کجا. راستشو بگم فقط میدونم تو جزیروه، خدا میدونه کجا. بله، فکر کنم رفتم بازار، سه نفرشون همه بازار خرید میکنن، بعدم به حساب شما. وقت شما رو میگیرم به جای اونا. نه آقبی، رفتن بازار لیوانشون تموم شده، لیوان بخرن برای آقای فلواقع. چقدر این خودش فلواقع هیچ وقت اینقدر با آبروی حرفه من بازی نشده. واقعا درسته، تاییدم میکنه. آدم باید تحت هر شرایطی رئیسشو تایید کنه. موفق باشید. با شما بی خاصیتا، ما تحت فرمانهای شما هستیم تا آخرین قطره خون. نوشابه میخوریم؟ میخوریم. بریم بخوریم. ببخشید. میبخشم. میدونید اگر این خبر در سر تا سر دنیا پخش بشه که ما نتونستیم از پس سه تا جوجه بر بیاییم، چقدر برای آبروی حرفه ایمون بده؟ بله، افتضاح میشه. همه ی اون سوابق درخشان، واقعا همه ی اعتبار حرفه ای، وای، همه شون میره زیر سوال. قصه ولی ما نمیذاریم. نمیذاریم که اینجوری بشه. که اینجوری بشه. بشه. هر طور که شما میفرمایید. من چشی فرمودم اینطوری بشه. چرا؟ هر طور که شما بفرمایید. دیگه کسی به همون کار نمیده. درسته. برای همین باید هر طوری شده نابودشون کنیم. زنده باد. ای بابو لبو، برید مقدمات نقشه یه صفر 381 رو فراهم کنید. برید.
معذرت میخوام. نیازیستم کارگاه بین المللی تو تمام دنیا همینطوری خدمتی از دستم برمیاد؟ نه 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 همینطوری خیلی ممنونم. همینطور فلواقعه بحث میخوام اون عکسی که نشونه همه میدازید چی بود کاغذ را؟ این تصویر نقاشی شده و تقریبی دو تا کلاه بردار بین المللیه. من دنبالشون میفتم همینطوری. چی؟ چوری شده؟ متاسفانه هیچ عکس دیگه تو دست من نیست، ولی من رد پاشونه تا این جزیره دنبال کردم همینطوری. این دو نفر، این دو نفر چی؟ دو نفر چی؟ شما؟ میشناسمشون موسیو؟ نه آوی؟ نه ای کاملا بفرمید بشینید همینطوری. مرسی موسیو، مرسی. ای دو نفر آدمای خطرناکی هست، یعنی طوری رفتار نمی کنن که جلب توجه بکنن. من دارم عقبشون میگردم همینطوری. حقیقتش اینه که موسیو من از اولش به این دو نفر مشکوک بودم. نه آوی. نه وی. چجور مشکوک؟ چون طوری رفتار نمی کردن که کسی بهشون مشکوک بشه، بهشون مشکوک شدم موسیو. آوی. نه وی. ای الان کجا همینطوری؟ من شما رو الان میبرم جایی که گوشاشون رو بگیرین و دستگیرشون کنین موسیو. نه نه پس وقت تلف نکن همینطوری. فقط چی؟ فقط میخواستم ببینم که این سازمان های بین المللی جایزه پاداشی چیزی در نظر گرفتن یا نه. آدم وقتی برای جامعه بشری زحمت میکشه دیگه نیازی به پاداش نداره همینطوری. دکوه فراموش کرده بودم. خوب شد یادت افتاد همینطوری. من خودم رو برای جامعه بشری هلاک میکنم، درسته موسیو؟ آفرین همینطوری. بریم همینطوری؟ واقعا بریم؟ نه شما بریم، من دیده نشم بریم. چرا؟ خاطر منافع جامعه بشری نسید. آفرین. من توی هتل منتظر میرم صاف هتل از بسید. من نگفت دادم که چون بیرم اینجا همینطور مستقیم میرم. منم از توی هتل بای بای میکنم. کسی داخل اینجا نیست؟ همینطوری؟ تعطیلا زه باز میکنم. نه من چیزی برای خوردن نمی کنم که نه نه فقط یه نوشابه اگر خواست میتری چرا؟ آقا من نمیتونم هم به مشتری برسم هم به گزام برسم، یکیش بسوزه. گزام برسم مشتری میسوزه، اگه به مشتری برسم گزام میسوزه باید بریزم. من هم بسوزم میریزنم ایدو. ها؟ خودت همینجا میچرخونم کارگر بسیارم.
چند تن کارگرات میگم مفتشی؟ نه یه خورده برا من ایتو جالب تره. چی جالبه؟ ایتو زهران یا دوتان؟ نه ایتو چاییتون خیلی خوشتمتر از بهتره واقعا. نه همینطوره. آه نوشه جونه سلامت باش. حدودن آقا 14,000 تومن مساعده گرفتن. حساب کن ببین چقدر دیگه میمونه. 660,000 ریال. ها ای درستن آقا ای درستن. بفرمون. در خدمتم مسیو. به به آقای سنجدی، تو آسمونا دنبالتون میگشتیم آقا. بالواقع روی زمینم، درست در مقابل شما مسیو. بفرمان بشین که خیلی کار داریم، باید همین امشو آقا تکلیفمون روشن کنیم. باید با افتخار به اطلاعاتون برسونم که همین امروز کلکشون کند است مسیو. آقا جون من با عزتون میرم. نه آقا جون اتفاقا ایدعفه و شما باش. ها بله اتفاقا آقای سنجدی میخواستم خدمتون عرض کنم که ما هم به توصیه گلنوش جون با اینا قرارداد صلح امضا کردیم آقا. کوا چی؟ ها بله با اونا؟ آجون و گلنوشون. اشتباه کردید بالواقع موسیو. هرگز آقا جون من موقعی اشتباه کرد که با شما آشنا شد. بالاخره شما هم فریب دادن مادمازل. نه خیر آقا. چرا معلومه موسیو اونا گرگایی هستن در لباس میش. شما شانس آوردید که بالواقع من کاملا مراقب شما هستم مادمازل. لطف کنین خدمات شایسته اونو جای دیگه ای بفروشین. اونا دو کلاهبردار بزرگ هستن مادمازل که بالواقع تونستن شما رو فریب بدن. اونا آدم های زحمت کشی هستن آقا. شما اشتباه نکنید مادمازل پاتو تو هبه. معذرت میخوام که میبخشید. به من گفتن که ما شما را اینجا میتونیم بجوریم ایتوری. دستگیرشون کردید موسیو؟ نه متاسفانه برای همین به مساعدت شما احتیاج دارم. اونا نبودن ظهر میان ایتوری. اولالا معذرت میخوام. معرفی میکنم کارگان نیازی از اینترپل پلیس بین الملل. خوشبخته خوشبخته ایتوری. آه اتفاقا چه به موقع تشریف آوردید موسیو لوکارگا. عصای داشتم برای موسیو ابوسعیدی دوست بزرگوارم و سرکار دختر خانمشون در مورد همسایه های نابابشون هشدار میدادم و میگفتم هرگز گول این گندم نمایان جوفروشو نخورن موسیو لوکارگا. بله بله شما درست عرض فرمودین. حتما منم میخواستم میگفتم که منم پرونده ها و مدارک جدیدی افتاده تو دستم امیتوری. چطوری؟ ایتوری. ها بله. میگم حالا میشه بفرمایین به ما هم که اینجا چه خبرن؟ در همسایگی شما دو تا کلاهبردار بین المللی خودشون مخفی انداختن و من مأموریت دارم اونا را دستگیر میندازم ایتوری. خیلی عذر میخوام. ای دو تو که فرمودین کجا هستن؟
اونجا تو داخل دکه ایتوری همی دکو؟ بله کارگاه نیازی هستم همیتوری بله نه حالا میشه بفرمان این دوتا کیا هستن؟ این دوتا اینا هستن میشنسی؟ سعی کن ما چقدر ساده بودیم ها شما خانم محترم این دوتا میشنسی؟ ممکن نیست چی اینه ممکن نیست؟ اینکه اونا کلاهبردار باشن اون آدم های ساده و زحمتکشی هستن آقا شما ساده نباشید دخترم کلاهبردارا را باید در غیر ممکن ترین اشکال مجسم کرد و جستجو کرد اونا استاد ارتباطات روابط عمومی هستن اینطوری هیچ کس نمیتونه مثل اونا مردم به خودشون جذب میکنه برای همین کلاهشون از بر میدارن سرشون میذارن اینطوری چون مردم بیش از حد بهشون اعتماد میکنن ایتری گلی آقا چقدر گفتم که اینا ماره خوشخط و خالی هستن من اینا رو شناخته بودم که از آقای سنجدی خواستم او لالا مسیو لو کارگا لطفا برای مدمزل بفرمایید که این دو نفر جستمان همون دو نفر هستن پلیز همیتری این عکس ملاحظه میکنی؟ تنها نشانیه که من از این کلاهبردارای بین المللی دارم این نقاشی میبینید درست مثل اینکه از روی این عکس انداختن آوردن اینجا پیش ایتاری ای خیانتکارا بله من مأمور دستگیری این دوتا کلاهبردارم از نظر من اونا اعدام به محکومه من در شناسایی اونا اونقدر مطمئنم که اول اعدامشون میکنم بعد شناسایی ایتاری پس با این حساب آقای سنجدی مام از شرشون راحت میشیم ایتاری همیتاری جامعه بشری فی الواقع جامعه بشری راحت میشه مسیو احسنت بله من فکر میکنم باید یه جایی من مخفی میشم او دکه باید حتما تحت نظر من زیر چشمم باشه ایتوری ببین آقای کارگا فی الواقع تمام این هتل اتوماتیک ما در اختیار شما هست نه ها والا نه به جون گلنوشم جانم خانم جان ابراهیم کجاست؟ با سیریوس رفته بندر لنگه الان دیگه میرسه چطور مگه؟ جونش در خطره وای همش زیر سر این سنجدیه این سنجدیه مارمولک من میرم خبرشون کنم حالا کجا میری دنبالش؟ میرم اسکله نباید برگردن اینجا آخه اینی که نمیشه ما برنگردیم رستوران چرا نمیشه؟ خانم جان تنهاست نمیتونیم اونو دست تنها ول کنیم که میگم اگر بیاین فوری دستگیرتون میکنم مگه شر هرت آخه ما اونایی نیستیم که کارگاه فکر میکنه عکس شماها تو دستشه میگه الو للا اینا همون کلاهبردارا من نمیتونم اینجوری مادرمو اونجا ول کنم غیرتم قبول نمیکنه اگر بیاین چه بخواین چه نخواین مادر تنها میشه من قول میدم که بهش کمک کنم میگم ما میریم اونجا ثابت میکنیم که کلاهبردار نیستیم ها؟ من خودم شنیدم که گفتن اول شماها رو میکشن بعد شناساییتون میکنن عزت دیوونه ایه اول میکشه تازه شناسایی میکنه یعنی چی؟ پس ما تا کی باید فراری باشیم؟
اونشو دیگه من نمیدونم. تا موقعی که خطر رفع نشده، تا موقعی که سنجدی اون کارآگاه راستکی یا قلابی اونجا هستن. قلابی؟ من هیچ احتمالی به این حرفای سنجدیه ندارم. باش شما راست؟ پس شما قول میدی که از مادر ما مواظبت کنی؟ قول میدم. خیلی ممنون. سریوس اول میکوشم بعدا نیدام. چرا نیومده؟ نمیدونم. شاید خبرشون دادن همینطوری. شاید. یعنی کی به کی؟ غیر از ما فلواقع مادمازلگل یه خبر دارش بسیار. هیچ همینطوری نیست آقا. دختر من دنبال کار خلاف میام. از یه خانواده اصیله. طور نیست که شما فکر میکنید. بله البته همینطوری. چرا به اون مادام نیم پس کمک میکنه مفتیار؟ حس انسان دوستی؟ شما میدونید یعنی چی؟ من میدونید آقای سنجدی میدونه به خاطر جامعه بشریت. البته همینطوری فلواقع بیتری. من که کاری نکردم خانم جان، خودم دوست داشتم. ایشالله که بتونم جبران کنم. این حرفا چیه؟ شبتون بخیر. شب بخیر. عاقبتت بخیر. سدو مجدون پا بخوفی که دستو بسواق بسیومون. چیه؟ کی؟ کسی نبینه شانس آورد. خانم جان کجاست؟ آقای دوتا مختلف سر جاتون ایست بنداز ببینم. وای دادم وای. همینطور برگرد بهم نگاهت میکنه؟ من عاجز باید وقت کمک کنم. عوض ده. من عاجز باید وقت بیشاره کمک کنم. به پنج تا دلیل تو باید وای میستی. خمس. اصلا تو جزیره گدا نیست که تو خودت گدا را میری. عربه. تو چرا این پیرن کثیف میپوشی تو جزیره که میکروب میندازی تو پیرن خودت؟ ایتوری؟ سالس. اصلا چرا تو کلا میندازی رو این لنگت که خودت مثلا ایتور میشوری؟ سانی. امشب که جمعت نیست ایتری که شب جمعت نیست که تو خودت میگی شب جمعت. اولا تو
خیلی قیافت تو کیف من مشکوک میندازه چجوری اوتوری. بشمدی ما دوتا جدای دیجیتالی هستیم، محصول بازار مشترک با لینچ تازه واردمون کردم به جزیره. دردمجی این لباسی میکروب مندازی خودت مندازی، ما میکروب نمندازیم، فقط شما برو کنار که میکروبت به من اندازی. اچمجی یعنی سالسی این کلابا لونگی میشوری به خودت مربطی، شما خودت با ما هیچ کاری نباید داشته باشی. اکمجی چی بوده؟ زنی که امشب شب جمعت نیست همیتوری؟ یعنی اکمجی برای ماجده ها هر شب شب جمعه است، یه شب شب جمعه نیست. بیرمجی هم که اولنجی میشه، همون اولنجی شما میشه، بیرمجی ما میشه، به شما هیچ مربوط نیست. منم به خیال خودت آشنا نیستم، تو کیف تو هم نمندازم، تو کیف خودم مندازم. خب سفرنجی هم شما که نمیخوای کمک کنی ما رو علاف نکن، سر کارم نذار. ببین من شوخی نمیندازم با دوتاتون ها، ایتر سایزتون پیدا میکنم، ایتر دوتاتون همیتر ایتر میندازم تو قاطی همیتوری. آقا رو آقا میخواد ما دوتا رو بندازی تو قاطی. شما این کاری نمیکنی، چون قبل از اینکه بخوای ما رو اقدام کنی بندازی تو قاطی، ما جناب عالی رو بندازیم تو تلمش. تو فکر میکنی که کجا الان داشتین دوتاتون با خودتون ایتوری میرفتین؟ اونجا کجا میرفتین با هم دیگه؟ برو به زندگی برید، بزن من زندگی منو بکنم مرد حساب. خجالت بکش، اسم شعبی جلوی ما رو گرفتی، کمکی نمیکنه هیچ، راضی به جامعه شناسی با من بحث میکنه. جامعه شناسی صحبت میکنی ها؟ تو خیلی قیافت تو کیف من مشکوک میندازه چجوری اوتوری که شما دوتا خیلی ایتور مشکوکین تو فکر من. قیافه من برای شما مشکوک میندازه؟ فکر کنم توی این کنفرانس گدایان دیده باشم، تو کنگره گدایان بود ها؟ فکر کنم اونجا من دیده باشی، اشتباه گرفتی. تو کنگره تو اونجا گدایی میندازی که؟ من آجی بخ کمک کنم، کسی دیگه بی غیر از شما نیست من اینجا گدایی کنم ازش. کی کجا میری حالا؟ همیتوری شما دتا کجا؟ الان داشتی خودتون میرفتین کجا؟ نمیدونم. قرار شد با من بیایم اینجا شهرکی شام بخوریم، پول ندارم دیگه گیدایم، قرار شد شهرکی بیایم اینجا یه دیزی یه نفره بخوریم. اینه که الان که شما اینجوری میگی این آقا به من هیچ مربوط نیست، فاز سه گیدایی میکنه، برای شام قرار گذاشتیم بیایم اینجا، منم فاز دو گیدایی میکنم. آقا برو شما دنبال کارتون دیگه، برو آقا به نظر این آقا شما مشکوکی، برو سر گیدایی، برو سر پست. تو خیلی تو کیف من مشکوک میندازی همیتری ها، تو قیافت خیلی تو ذهنم ایتری ها.